قاعده داریم به نام نسبت تشریفیه. این نسبت تشریفیه در آیات متعدد قرآن بیان شد. نسبت تشریفیه یعنی شما با نسبت پیدا کردن به بزرگان بزرگ بشید، با توسعه موسعین اونها که نامحدودن نامحدود بشی. تو که قطره‌ای با اتصال به اقیانوس اقیانوس بشی، نه قطره بمونی. وقتی چکیدی تو اقیانوس، وصل به اقیانوس شدی، میشی خود اقیان، عظمت پیدا. شما با پسرتون میرین دیدن یه مرجع تقلید، میگید حضرت آیت الله ایشون آقازاده منه، دانشجوست، دعاش کنید، دست میذارن رو سرش، میفرمن پسر خودمه، پسر خودم. این یعنی چی؟ میشه پسر آیت الله؟ نه، منصوبش میکنن به خودشون تا عظمت بدن به این جوان، به این نوجوان، امید بدن، شرافت بدن، توسعه بدن. این همین در آیه قرآنه، و نفخت فیه من روحی. معناش این است که خدا یه روحی داره، یه جسمی داره، از روح خودش فوت کرد در آدم، دمید. این نیست، بلکه این روح منصوب به خداست. من از روحی که اون روح را منصوب به خودم کردم تا شرافت بدهم به اون روح، در آدم دمیدم، و اون روح روح پیغمبر و امیر المؤمنین. اون روحی که ما خلق الله آدم بیده ولا کلم الله مو و ما کلم الله موسی تکلیما ولا اقام الله عیسی آیتا للعالمین الا لولایت علی ابن ابی طالب. اون روحی که خدا در آدم دمید و آدم شد، علم آدم اسماء کلها، روح خدا نبود، روحی بود منصوب به خدا. نمیگی کتاب من، دفتر من، قلم من، نسبت میدی به خودت، همسر من، پسر من، خانه من، بیت الله. اینجا میگی روح الله، یعنی اون روحی که منصوب به خداست از باب شرافت. این رو بهش میگن نسبت تشریفی. شما اگر فکرتون منصوب به خدا بشه، میشه فکر الله، فکر الهی. عملتون اگر منصوب به خدا بشه، میشه کار خدا، کار خدایی، فعل الله. اگر شما صفتتون صفت خدایی بشه،
خدا ستاره، شما هم ستار میشه. خدا غفاره، گناهان رو میبخشه، شما هم از گناه همسرتون درگذره، از گناه پسرتون بگذر، از عیب پدرتون بگذر، میشید غفار، صفتتون خدایی میشه. هرگاه شما در عمل، در علم، در رفتار، در گفتار منسوب به خدا بشید، میشید خدایی. با توجه به این نکته، پولای ما چجوری منسوب به خدا میشه؟ شما تا وقتی که این یک قرونی رو، یک تومن رو، یه میلیون رو برای زن و بچه تون خرج میکنید، ارزشش به اندازه ارزش زن و بچه تون. اما همین یه میلیون رو اگر برای خدا خرج کردید، پولتون منسوب به خدا میشه، شرافت پیدا میکند، به شرافت الهی به نسبت تشریفیه پول شما سعه پیدا میکنه، و اگر سعه پیدا کرد قیمت پیدا میکنه. یک درهم شما میدین پفک میخرین، و اندازه ارزش پفک این یه درهم هم ارزش داره. لواشک میخرین، اندازه همون لواشکه ارزش داره. اما اگه این یه درهم رو برای خدا صدقه دادین به یه فقیری، چون منسوب به خدا میشه، ارزشش میشه 1,000,000 درهم. درهمان فلحج، حج که آدم میره منصوب خدا میشه دیگه، درهمون فلحج 1,000,000 درهم فی سائر وجوه البر. 1 درهم که در راه حج خرج کنی، ارزش و توسعه همین 1 درهم به اندازه 1,000,000 درهم که در سایر امور خیریه خرج کنی بالا. و درهمون یوصل به الامام که 1,000,000 درهم فی الحج. و 1 درهم که با او صله به امام زمان پیدا کنی، 1 درهم که برای امام حسین خرج کنی، 1 درهم که برای امام رضا خرج کنی، مثلا خرج کنی بری زیارت امام رضا، 1 درهم که خرج کنی در راه زیارت امام حسین، به اندازه 1,000,000 درهم که در حج خرج کنی ارزش پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه. و 1 درهم که در حج خرج کنی به اندازه 1,000,000 درهم که صدقه به فقیر بدی، توسعه پیدا میکنه. و این قانون میره تصاعدی بالا. شما در باب زیارت امام رضا مگه نشنیدین من زار علی ابن موسی به طوس والله افضل من 1,000,000 حجه مبروره و 1,000,000 عمره مقبوله. یک بار که بری زیارت امام رضا افضل است از 1,000,000 حج قبول شده و 1,000,000 عمره قبول شده. این همین رو راجع به زیارت امام حسین داریم. زیارت الحسین تعدل عند الله 1,000,000 حجه مبروره و 1,000,000 عمره مقبوله. زیارت امام حسین معادل 1,000,000 حج قبول شده
و 1,000,000 عمره قبول شده نزد خدا محاسبه میشه.